سراغ خط خبرها. افزایش 60% آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. وزارت بهداشت میگوید شیب نمودار در روزهای آتی همچنان صعودی خواهد بود. کشف اولین مورد ابتلا به کرونا در نیوزیلند و دو نمونه تازه در بریتانیا از مبدأ ایران. سازمان بهداشت جهانی میگوید ابعاد بحران وسیع‌تر شده. دو ایرانی تازه از تهران رسیده در میان شمار مبتلایان به کرونا اینجا در بریتانیا از مقابل بیمارستان رویال فری لندن با شما خواهم بود. مرگ بیش از 30 سرباز ترکیه در ادلب، روسیه دو ناو موشک انداز به منطقه فرستاد، ناتو خواهش کاهش تنش شد. و هفتمین روز دوره کاهش خشونت‌ها در افغانستان، آمریکا و طالبان برای امضای توافقنامه صلح آماده می‌شوند. سلام، عصر جمعتون بخیر. خوش اومدیم به این بخش خبری زنده از تلویزیون فارسی بی بی سی در 28 فوریه. طی یک روز گذشته بیش از 143 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران اعلام شده، افزایشی تقریبا 60% نسبت به دیروز. همچنین 8 نفر دیگر جانشان را از دست دادند. وزارت بهداشت گفته که شیب نمودار ابتلا در روزهای آینده کماکان صعودی خواهد بود. برای جلوگیری از گسترش ویروس امروز نماز جمعه در بعضی از شهرها برگزار نشد. قوه قضاییه هم دستور داده که بعضی از زندانیان موقتا آزاد شوند. باران عباسی گزارش میدهد. تصاویر تلویزیون ایران از رسیدگی به بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کشوری که به یکی از کانونهای اصلی این بیماری تبدیل شده. کجا انجام میشه؟ ما از 1000 جا رفتیم، هر کی اما تصاویری از این دست روایت متفاوتی دارند. مراجعانی که از نبود امکانات شکایت میکنند. مرکز شمال 2 رفتم، مرکز شمال 5 رفتم، اومدم اونجا تی وی رفتم، میگم آقا من خانمم حساس شرایط تی وی داشته، بدون کیت آزمایش چیز زیادی ما از شما میخوایم. وزارت بهداشت امروز آمار جدید ابتلا به کرونا را اعلام کرد. 388 نفر مورد ابتلای قطعی به کووید 19 در کشور تا این لحظه گزارش شده که از این تعداد 73 نفر از مبتلایان ظرف روزهای گذشته بهبود پیدا کردند و ترخیص شدند و 34 نفر متاسفانه ظرف روزهای گذشته تا امروز ظهر جان خودشون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادن. معاون وزیر بهداشت همچنین گفت انتظار می رود شمار مبتلایان بیشتر شود. در وضعیت افزایش ابتلا هستیم و این البته روزها و احتمالاً بیش از اون روزها و احتمالاً هفته هایی ادامه خواهد داشت. ویروس کرونا هم این در حالی است که پیشتر رئیس جمهوری ایران از کاهش روند ابتلا سخن گفته بود. در مجموع روند کاهش رو ما مشاهده می کنیم و پیشرفت در امر درمان، یعنی اگر 100 نفر بستری بودند در روزهای اولیه، از این 100 نفر مثلا ممکن بود 7 نفر یا 8 نفر از دنیا برن، امروز این رقم خیلی پایین آمده. از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی گفته احتمال می رود شمار مبتلایان در ایران بیشتر از موارد اعلام شده باشد و موارد خفیف شناسایی نشده باشند. این بیماری بدون آنکه دیده و تشخیص داده شود وارد ایران شد. به همین دلیل ابعاد آلودگی ممکن است وسیع‌تر از آن باشد که احتمالاً شاهد هستیم. قم همچنان شاهد بیشترین شمار قربانیان است. این تصاویری است از آنچه کاروان سلامت نامیده شده، کامیونی در یک منطقه محروم قم برای معاینه بیماران. قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفته در صورت اوجگیری این بیماری در قم احتمالاً بیمارستان صحرایی ایجاد می شود. کرونا حالا تقریباً به همه استانهای ایران سرایت کرده. نماز جمعه امروز در بعضی از شهرها برپا نشد. بعضی مدرسه ها تعطیل شدند و آنهایی که بازند هم خالی از دانش آموز. همین باعث شده از فردا بعضی از درس های مقاطع مختلف از شبکه آموزش تدریس شوند. از جدول برنامه های این شبکه 4 بازه زمانی در روز به میزان 10 جلسه آموزشی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.
نگرانی از سرایت کرونا به زندان‌ها هم باعث شده قوه قضاییه دستور دهد بعضی از زندانیان با گذاشتن وثیقه تا پایان تعطیلات نوروز به مرخصی بروند. از جمله دارندگان محکومیت‌های مالی و زندانیان سیاسی که حکم کمتر از 5 سال دارند. با گذشت 10 روز از اعلام رسمی سرایت کرونا به ایران، نشانه‌هایی از نگرانی بیشتر شهروندان. از مترو خالی و بیماری که روی زمین افتاده بنده خدا اینجا افتاده تا بیمارستانی شلوغ با بیماران سرگردان. باران عباسی، بی بی سی. آرش علایی مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی از دوشنبه تاجیکستان با ماست. آقای علایی، اگر میشه اول به ما بگید که ارزیابی شما از وضعیت فعلی در ایران چیه؟ خب از دیروز میبینیم که آمار ابتلا افزایش 60% داشته. آیا میشه گفت که بیماری الان به اوجش رسیده تو ایران؟ ببینید، ضمن تشکر از شما برای دعوتتون و پرداختن به این موضوع، ما باید یک نکته رو توجه کنیم و مردم عزیز ایران باید توجه داشته باشن که یک وحشت نکنن. اگر آمار زیاد داره میشه به خاطر اون چند هفته اولی بود که وزارت بهداشت آمادگی نداشت و به نظر میامد که عقب مونده بود از ویروس. به ازای هر یک فردی که فوت میکنه 50 تا 100 نفر باید شناسایی بشن، یعنی در ایران باید حدود 2 تا 3 هزار نفر شناسایی بشن. حالا که وزارت بهداشت به نظر میرسه از یکی دو روز گذشته یک برنامه بسیج عمومی داده و از نیروهای خودش داره استفاده میکنه و به نظر میرسه که یک هماهنگی ایجاد شده که متخصصین بتونن که راهبریت کار رو انجام بدن، آمار افراد مبتلا زیاد میشه به خاطر اینکه اون فاصله باید کم بشه. پس ما تا 2000 نفر یا اینکه اگر مرگ زیاد میشه به ازای هر یک فوت 50 تا 100 نفر تشخیص، اونجا رو ما نگرانی نداریم برای اینکه اون باید شناسایی بشه. بحث این است که بعد از اون آیا روند رو به گسترش خواهد بود یا اینکه کاهش یا اینکه در یک پلاتو در یک خط راست قرار میگیره که هنوز قابل تشخیص نیست. آقای علایی، مواردی بوده در چین مشخصاً که کسانی که قبلاً ابتلا شده بودند به بیماری دوباره بیماریشون برگشته. این ویروس چطوری کار میکنه؟ آیا بعد در ویروس در حالت عادی خب بعد در بدن پاتن تولید بکنه و این پاتن بعداً مقاوم بکنه بدن رو در مقابل این بیماری؟ چرا برای این اتفاق نمیفته برای این ویروس؟ نکته اول اینه که ناشناخته های این بیماری نوپدید بسیار زیاده. یعنی دانشمندان دنیا یا دانشمندانی که در چین دارن تحقیق میکنن، خیلی سوالهایی هست که هنوز به این سرعت نمیشه بهش پاسخ داد. ولی با توجه به یافته هایی که از چین میاد اینه که قطعا بیماری کرونا در بدن مسئولیت کامل ایجاد تا حالا نکرده. پس احتمال داره، دو تا احتمال میره، که یا یک ویروس مجدداً وارد بشه و بیماری ایجاد کنه، یا اینکه به خاطر اینکه دستگاه‌هایی که اندازه‌گیری میکنن تعداد ویروس‌ها ویروس قابل تشخیص نمیبینن و ویروس هنوز در بدن هست. پس نمیتونیم جواب قطعی رو بدیم که کدام یک از این مکانیزم‌هاست، ولی اون که مسلمه کسانی که بیمار شدن سطح ایمنیشان به جایی نرسیده که کاملاً بتواند دفاع کند. چه باید کرد؟ باید افرادی که مبتلا شدند رو رها نکرد. یعنی چی رها نکرد؟ نه اینکه اونا رو قرنطینه کنیم یا خدای نکرده زندان کنیم. افرادی که سلامت پیدا کردن از لحاظ علامت‌های کلینیکی باید تحت نظر از راه دور باشد. دوم، مهمترین موضوع که در برنامه شما در گزارش شما این بود، هجوم نبردن به بیمارستان هاست. الان من با بعضی از همکارا در ایران در تماس هستم، هجوم بسیار زیادی داریم که افراد میرن به بیمارستان ها. عزیزانی که علامت های بیماری دارن بهتر اینه که در خانه بمانن. چرا؟ چون اون بیماری در 98 تا 99% اگر داشته باشن بهبود مییابه و چه بسا اصلا بیماری کرونا ویروس ندارن و علامت های بیماری های دیگر دارن و وقتی که هجوم میبرن به بیمارستان ها به خاطر تماس نزدیکی که در بیمارستان ایجاد میشه و به خاطر افرادی که در بیمارستان مبتلا شدن در بیمارستان ها شاید بیمار بشن. پس عزیزان باید آرامش خودشون رو حفظ کنن،
اعتماد کنند. درسته که عددها در ایران قابل بحثه، درسته که ما هم از بیرون انتقاد میکنیم که وزارت بهداشت اهمال کرده در چند هفته اول، ولی سیستمی خدمات رسانی، پرستاران عزیز، پزشکان عزیزی که دارن اونجا خدمت میدن با صداقت کامل دارن خدمت میدن و با تمام نیرو در خدمت شهروندان در سراسر ایران هستن. مهمترین موضوع اینه که افراد، جامعه آرامش خودش حفظ کنه. و یک موضوعی که مهم است، من استدعا دارم از مسئولینی که میشنوند، اینه که حالا موقعیه که بهداشتکاران عمومی، روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان بپیوندند به تیم پزشکی و پرستاری، چون این یک موضوع ملی است. باید روانشناسی اجتماعی بیاد تو این بحث، باید بهداشتکاران عمومی بیان تو این بحث که دست به دست هم بتونن بیماری رو کنترل کنن. متشکرم از شما آرش علایی، ممنونم از توضیحاتتون. مهرانگیزه کار، حقوقدان، الان از واشنگتن با ما در ارتباط مستقیم هستند. خانم کار، خوش آمدید به برنامه. همونطور که پیشتر هم گفتیم در گزارش باران شنیدیم، قوه قضاییه اجازه داده که بعضی از زندانیان بتونن وثیقه بذارن به مرخصی بیان. اگر میشه توضیح بدید که طبق قانون حقوق زندانیان در شرایط این چنینی که خب بیماری واگیردار شیوع پیدا کرده چیه؟ ببینید، ضرورتی نداره که در قانون مثلا بحث شیوع ویروس ها و بعضی امراض مطرح باشه. بحث به صورت کلی مطرحه، به این معنی که در همه نظام های حقوقی هر سازمان و نهادی که حاکم هست و ناظر هست بر زندان ها مسئولیت داره که حفظ جان و حیات زندانی رو در اولویت قرار بده. پس بنابراین چه بیمار بشه و چه یک چنین فاجعه ملی در کشور اتفاق افتاده باشه، اون سازمان و نهاد هست که مسئوله. در ایران متاسفانه ما الان باید فقط با قوه قضاییه حرف بزنیم و مطالبه خودمون رو مطرح بکنیم برای اینکه حفظ جان زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی و عادی بشه. ولی متاسفانه نهادهای گوناگونی در ایران این زندانها رو مدیریت میکنن که بعضی وقتا مدیریت مثلا یک بند با مدیریت یک بند دیگه یا مدیریت یک زندان با مدیریت زندان دیگه متفاوته. یعنی ممکنه که مدیریت اون قانونی که مثلا قوه قضاییه اعلام میکنه رعایت نکنه؟ ببینید، بله، قوه قضاییه در موضع ضعف از این نظر، چون مثلا بعضی از بندهای فرض کنید زندان اوین رو ما در سراسر این زندگی حقوق بشریمون که میتونیم بگیم یک کمی هم امنیتی هم بوده، مشاهده کردیم که مثلا حتی نماینده قوه قضاییه رو نمیذارن بره به اون یکی بندی که وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران اونجا رو تصدی میکنه. حالا از اینها که بگذاریم، اصلا فرض بکنیم که 10 تا سازمان الان دارن زندانها رو مدیریت میکنن، همه اینها مسئولیت جان و حیات زندانی رو به عهده دارن و میشه ازشون خواست، برای اینکه زندان یه محیط بسیار بسته‌ایه. به قول خودشون تعداد زندانیان ایرانی کاملا بیشتر از فضا و حجم زندان‌های ایرانه. به قول ما اساساً بدون وجود یک چنین ویروسی شرایط زندان‌های ایران به اندازه نامطلوبه که هیچ گونه بهداشتی درش مراعات نمیشه. پس بنابراین بسیار بجاست اگر خانواده‌ها نگرانی داشته باشن، و الان هم که بعضی قرارها رو گفتن تبدیل کردن، بسیار کار خوبیه در مورد زندانیان عادی. ولی در مورد زندانیان سیاسی که به اونا انگ زندانی امنیتی زدن، گفتن اونهایی که کمتر از 5 سال محکومیتشونه. توجه بفرمایید، ارقامی که شما در خبرها خودتون مرتبا اعلام میکنید انقدر شدت داره حبس و محکومیت زندانیان امنیتی که در واقع زندانیان سیاسی هستن، که شامل حال بسیاری از زندانیانی که همه الان نگران جانشون هستن نمیشه. متشکرم از شما مهرانگیزه کار، حقوقدان، ممنونم از توضیحاتتون.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که شیوع ویروس کرونا ابعاد گسترده‌تری یافته و همه کشورها باید آمادگی مقابله با اون رو داشته باشند. این نهاد بین‌المللی به طور ویژه درباره شرایط ایران ابراز نگرانی کرده و گفته احتمالاً شمار موارد جدید ابتلا بیشتر از آمار موجود باشد. بازارهای بین‌المللی هم بدترین هفته را از زمان بحران مالی سال 2008 ثبت کردند. شاخص سهام فوتسی 100 لندن امروز 3% افت کرد و داجونز نیویورک دیروز به پایین ترین جایگاه از زمان شیوع ویروس کرونا در چین رسید. علی همدانی همکارم از مقابل بیمارستان رویال فری در شمال لندن با ماست. این بیمارستان محل نگهداری تعدادی از بیماران مبتلا به کرونا است. علی، چه اطلاعات بیشتری از مبتلایان در بریتانیا داری؟ اول شروع بکنم از یک بریتانیایی مبتلا که خارج از مرزهای این کشور درگذشت در همان کشتی تفریحی که خبرساز شده بود از روز نخستی که خبرهای مرتبط با کرونا اومد بیرون. ساعتی قبل وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که وزارت بهداشت ژاپن به بریتانیا اطلاع داده که یک شهروند بریتانیایی در این کشتی درگذشت مبتلا بود به کرونا. اما اینجا در بریتانیا امروز شمار مبتلایان به کرونا به 19 نفر رسیده. 3 نفر امروز اعلام شد که اضافه شده به این شمار. 2 نفر از این 3 نفر ایرانیانی بودند که ظاهراً سوار بر هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر، از تهران به لندن اومده بودند و همینجا در بیمارستان رویال فری که پشت سر من می‌بینید که پایتخت کرونا هست در بریتانیا، من اسمش رو گذاشتم، بستری شدند. 1 نفر از مبتلایان هم از ایتالیا برگشته، ساکن ویلز هست و در بیمارستانی در شهر سوانسی در بریتانیا بستری شده. مقامات اینجا در بریتانیا بسیار بسیار جدی گرفتن جریان رو. جدی هست، اما از همان روزهایی که رقم‌ها تک رقمی بود در واقع شمار مبتلایان، مقامات بریتانیایی آغاز کرده بودن آموزش همگانی رو به مردم، آموزش‌های مداوم اما در آرامش. حتی اینجا در بریتانیا وقتی که شما در خیابون‌ها میرید روی بورد‌های تبلیغاتی، بورد‌های قطارها هم می‌بینید که به مردم یاد میدن چجوری خودشون محافظت بکنن، تاکید بر شستشوی دست‌ها و سرفه نکردن یا عطسه نکردن در اماکن عمومی هستش. قرار هست روز دوشنبه جلسه برگزار بشه، کابینه بریتانیا به ریاست نخست وزیری این کشور برگزار بشه تا تصمیم بگیرن که آیا لازم هست مدارس، اماکن عمومی و همینطور اتفاقات و پدیده‌های مثل کنسرت، مسابقات فوتبال در انگلستان رو ادامه بدن یا تعطیل بکنن تا جلوگیری بکنن از شیوع هرچه بیشتر این بیماری. تلاش خواهم کرد تا ببینم آیا امکانش هست با 2 ایرانی که مبتلا شدن به ویروس کرونا و از ایران به بریتانیا اومدن گفتگویی بکنیم، تماس بگیریم و جزئیات بیشتری رو در بخش‌های دیگر خبر به شما بدم. ممنونم از علی همدانی از مقابل بیمارستان رویال فری لندن. خبری که همین الان به دستمون رسید این هست که مجلس ایران اعلام کرده که تا اطلاع بعدی تعطیل هست. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران گفته که جلسات مجلس به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا موقتاً تعطیل شده. تا حالا 4 نماینده مجلس ایران مثبت تشخیص داده شدند به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که ناشی از این ویروس کرونا هست. یک بار دیگه اعلام میکنم که مجلس ایران اعلام کرده که تا اطلاع بعدی تعطیل هست، که این خبر رو سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته که جلسات به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا فعلا تعطیل هستند. ترکیه میگوید 33 سربازش در حمله هوایی ارتش سوریه در استان ادلب کشته شدند. ترکیه و روسیه یکدیگر را برای این حمله مقصر می‌دانند. در همین حال روسیه از الزام 2 ناو موشک‌اندازش به منطقه خبر داده. با افزایش نگرانی از گسترش جنگ، دبیرکل ناتو از همه طرف‌ها خواسته که تنش‌ها را کاهش بدن. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. ادلب امروز بمباران‌های هوایی از سوی هواپیماهای روسیه و سوریه. 33 نفر از نیروهای ترکیه دیشب اینجا کشته شدند. در حملات هوایی که ترکیه میگوید هواپیماهای سوریه مسئول آن بودند. بزرگترین تلفات نیروهای ترکیه از هنگام شروع جنگ در سوریه تقریبا 9 سال پیش.
ترکیه هزاران نفر از نیروهایش و همچنین واحدهای جنگجویان سوریه تحت حمایتش را اینجا برای دفاع از ادلب مستقر کرده است. ترکیه امروز این تصاویر را منتشر کرده از حضور وزیر دفاعش در اتاق عملیات نیروهای ترکیه. ترکیه میگوید روسیه از محل استقرار نیروهایش اطلاع داشته، چیزی که روسیه رد میکند. این تصاویر که ترکیه منتشر کرده نشان میدهد که حملات دیشب در پی چند روز حملات شدید نیروهای ترکیه علیه مواضع نیروهای سوریه صورت گرفته است. ترکیه عضو ناتو امروز بر اساس اصل چهارم منشور این سازمان خواهان بررسی اوضاع شد. اصلی که ناتو را موظف می‌کند مسئله را بررسی کند. متحدین ناتو ادامه بمباران‌های گسترده از سوی رژیم سوریه و روسیه را در استان ادلب محکوم می‌کنند. من از آنها می‌خواهم به حملاتشان خاتمه بدهند و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. و از کوشش‌های سازمان ملل برای پیدا کردن راه حلی مسالمت‌آمیز حمایت کنند. حمله دیشب در ادلب در دو وهله در نزدیکی بلیون در 30 کیلومتری جنوب شهر ادلب روی داد. این حمله دو روز بعد از آن صورت گرفت که نیروهای تحت حمایت ترکیه شهر سراغب را از نیروهای سوری پس گرفتند. در پی حمله دیشب ترکیه اعلام کرد که دیگر مانع عبور آوارگان از طریق این کشور به مرزهای با اروپا نخواهد شد. اطلاعیه‌ای که بلافاصله باعث حرکت موجی از آوارگان شد به طرف بلغارستان و آب‌های میان ترکیه و یونان. این تصاویر منتشر شده از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل. از اولین گروه‌ها از آوارگانی که با قایق وارد جزیره لزبوس یونان شدند، کسانی که دیشب راه افتادند. گزارش شده است آوارگانی از کشورهای مختلف از جمله سوریه، عراق، ایران و افغانستان جزو این پناهجویان هستند. ترکیه هر نوع تغییر در سیاستش در مورد آوارگان را تکذیب کرده. هجوم این آوارگان از ترکیه که بیش از 3.5 میلیون آواره را اسکان داده به طرف اروپا میتواند بحران تازه‌ای را دامن بزند. از هجوم بزرگ پناهندگان به اروپا. کسرانجی، بی بی سی. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان رفته تا درباره سیاست‌های کاخ سفید در قبال ایران و عراق توضیح دهد. آقای پومپئو در دفاع از تصمیم آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، گفت که این اقدام برای کاهش تنش بوده. بخشی از حرف‌های او را می‌شنویم. قاسم سلیمانی بزرگترین تروریست رژیم ایران و طراح قتل شهروندان بیگناه آمریکایی و سوری و عراقی بود. حذف او از میدان نبرد یک اقدام در راستای کاهش تنش بود. مرگ او به معنای کاهش تهدید علیه پرسنل ما در خارج از مرزهای آمریکا بود، هم پرسنل نظامی هم دیپلماتیک، و نشان داد که ما اراده و آمادگی آن را داریم که به دشمنانی که تهدیدمان می‌کنند هزینه تحمیل کنیم. می‌دانم که متأسفانه شماری از ارتش آمریکا در جریان حمله موشکی تلافی جویانه ایران به پایگاه هوایی زخمی شدند، اما حمله محدود ایران نشان داد که رهبر این کشور تمایلی به افزایش رویارویی نظامی ندارد. آنها می‌دانند که اگر با ما بجنگند شکست می‌خورند. این بازدارندگی نتیجه سیاست‌های ماست. این سیاست محدود به بازدارندگی نظامی نمی‌شود. توافق برجام پشتوانه مالی کارزار مرگبار تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی بود. ما این سیاست مماشات را بر هم زدیم و سختگیرانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ را علیه ایران اعمال کردیم. تحریم‌هایی که 50 میلیارد دلار از درآمد رژیم ایران کاسته. زمان یک هفته‌ای توافق بر سر کاهش خشونت‌ها در افغانستان امشب به پایان می‌رسد. این توافق بعد از 18 ماه مذاکره بین آمریکا و طالبان به دست آمده و قرار است دو طرف فردا توافقنامه صلح امضا کنند. تا حالا کاهش خشونت‌ها تا حدود زیادی رعایت شده، از جمله در ولایت قندوز که گروه طالبان بارها به آن حمله کرده و دست کم دو بار تا مرکز شهر پیش رفته. علی حسینی خبرنگارمان به این ولایت سفر کرده و از مردم قندوز درباره کاهش خشونت‌ها و صلح پرسیده. جنگ تمام سرمایه دکان عبدالرحمن را از بین برده. طالبان در خانه‌اش پناه گرفته بودند که حمله هوایی شد و دار و ندارش به هوا رفت. یخچال هم داشتند. چرا ضربه خورد یخچال؟
قطران زد. خب بمبارد هوایی شد؟ هوایی جد زد. جد زد. این چه طالبا بود؟ طالبا اونم اینجا دروازه کلام بود شتگی بود اونم اینجا. این هم حال روز مکتب روستا. اول به مثل بازی بود که شد به مثل بمب. روستای تلاوکه ولایت قندوز. پای جنگ و تمام خانه ها کشیده شده. حدود 100 خانه. حالا پس از 3 سال دولت بر منطقه مسلط است. میراث جنگ برای بسیاری از افغان ها چیزی شبیه این اتاق است. خانه هایی که خراب شده در بمبارمان هوایی قرار گرفته و افرادی که در آن خانه هم بوده کشته و یا زخمی شده و خسارات زیادی هم به خانه ها وارد شده. همین موضوع درد و رنج جنگ سبب شده که افغان ها به مراتب بیشتر از خیلی افراد دیگر تشنه صلح باشند. غیاث الدین رئیس شورای روستا هر دو پایش را در انفجار ماین از دست داده. میگوید جنگجیان نیروهای دولتی را هدف قرار داده بودند اما او قربانی شد. پرسیدم اگر روز صلح بیاید حاضر است با همین جنگجیان همسایه شود؟ کجا بریم؟ وطن همیجا، جای همیجا برادر. دیگه غریبی نداریم. مجبور نگیردیم آماد گذارا میکنیم دیگه. تقریبا همه اینهایی که اینجا هستن با ما صحبت کردن و میخواستن خانه‌های خود را که اثرات شدیدی از جنگ در آن دیده میشه به ما نشان بدن. اینها امیدوار هستن که توافق بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به دنبال آن صلح بیاید. اما این قدم اول است. گفتگوهای بین الافغانی و روند بعد از آن مشخص میکنه تا چه اندازه امیدواری‌های اینها به نتیجه میرسه و صلح به این منطقه میآید. همین منطقه امیال خط نبرد است. برای بسیاری از افغان‌ها از جمله صلاح الدین گفتگوهای بین الافغانی سرنوشت جنگ را مشخص می‌کند. جایی که در آینده نزدیک خود افغان‌ها باید به فکر حل مشکلشان باشند. همین موافقه که بین طالب و آمریکا صورت می‌گیرد شاید نقطه پایان جنگ آمریکا در افغانستان باشد و همین گفتگوهای بین الافغانی یک بستر برای جور کردن یک حکومت باشه. جشن صلح در مرکز شهر، دقیقاً در نقطه‌ای که چند ماه پیش حمله انتحاری 10 کشته بر جای گذاشت. هفته گذشته اما آرامش کوتاهی در جنگ طولانی این کشور بود. افغان‌ها با بیم و امید چشم براه کبوتری با شاخه زیتون نشستند. علی حسینی، بی بی سی، قندوز. در دوحه پایتخت قطر هم آخرین آمادگی‌ها برای مراسم امضای توافقنامه آمریکا و طالبان در جریان است. همزمان دولت افغانستان گفته یک هیئت 6 نفره به دوحه فرستاده تا با طالبان درباره مقدمات مذاکرات بین افغان‌ها گفتگو کند. داوود قاری‌زاده همکارم که به دوحه رفته بیشتر توضیح می‌دهد. دوحه قطر شاهد تحول بی‌نهایت مهم تاریخی برای افغانستان خواهد بود. فردا نمایندگان حدود 30 کشور در ساختمانی که پشت سر ما می‌بینید، هتل شراتون، اینجا گرد هم جمع می‌شوند و شاهد امضای موافقتنامه صلح میان طالبان و آمریکا خواهند بود. هنوز جزئیات این توافق منتشر نشده، ولی چیزی که تا به حال ما می‌دونیم در مورد این توافق است که آمریکا قرار است در ماه‌های آینده نیروهای خود را در افغانستان کاهش بدهد. در حال حاضر آمریکا حدود 13,000 نیرو در افغانستان دارد و در ماه‌های آینده گفته شده که این تعداد به چیز بالاتر از 8,000 کاهش پیدا خواهد کرد. طالبان هم در برابر این توافق تعهد کردند که ارتباطشان را با القاعده و دیگر شبکه‌های تروریستی قطع کنند و اجازه ندهند که از مناطق تحت نفوذشان حملات علیه منافع آمریکا صورت بگیرد و همینطور وارد مذاکره مستقیم با افغان‌ها شود. این نکته خیلی چالش برانگیز است و در ماه‌های اخیر ما با توجه به مشکلات سیاسی که در افغانستان داشتیم بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رسیدن به یک توافق بر سر از اینکه گروه مذاکره کننده با طالبان چه کسانی باشند، اختلاف نظرهای خیلی شدید وجود دارد
و حتی آمریکایی ها و دیگر شرکای غربی افغانستان از دولت افغانستان و همینطور دیگر سیاستمداران خواستن که اختلافاتشان حداقل بر فعلا کنار بگذارن و توجه اصلیشان روی صلح باشه تا بتوانن این پروسه به درستی انجام شود. یک تعداد نگران هستند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همینطور با آمدن طالبان یا وارد شدن طالبان در نظام سیاسی افغانستان ممکنه بعض محدودیت های ایجاد شود و بعض از دستاوردهایی را که افغان ها در طول دو دهه گذشته داشتن از دست بدن، ولی در مجموع اکثر افغان ها خوشحال هستند که یک فرصت طلایی برای صلح پیش آمده و نباید این فرصت از دست بدن تا بالاخره حدود 14 جنگ، البته دو دهه اخیر که با طالبان بوده و قبلش هم که درگیری ها و جنگ در افغانستان ادامه داشته، پایان پیدا کنه و افغانستان سرانجام به صلح و